ویدیوی دیگه خیلی خیلی خوش اومدید با شروع مسابقات کالالاس، یکی از معتبرترین مسابقاتی که در رویال لیگ توی اسپانیا داره برگزار میشه بین این پلیرهایی که دارید مشاهده میکنید. محمد لایت، کودیگو، کریزی هال که در حال حاضر نفره یکی دنیا هم است به تا خورده تا ژاپنی که توی اون تصویری که اول کار داشتیم با هم دیگه مشاهده می‌کردیم داشتم با هم دیگه بازی می‌کردم. بچا دو تا بازی در حال حاضر داره همزمان انجام میشه، یکی بین آکازا و کوکو یکشم کریزی هاش در برابر تا، که من میگم این بتل تا انتها ببینیم چیزی هم ازش نمونده تا یه فایر باله و بعد بریم اون بازی رو نگاه بکنیم، چون تازه شروع شده بود و اتفاق خاصی اونجا نیفتاده. الان اینجا آکازا تونسته یک سس رو بگیره. مسابقات به صورت به سافتوری نرمال است که انجام میشه بدون هیچ بنی، بدون هیچ کارت بن منظورمه، و با تمام در واقع چیزایی که هست تو بازی میتونن بچه ها بازی بکنن و هیچ محدودیتی وجود نداره. دوستان این مسابقات الان دوره دوم است، دوم استش که داره برگزار میشه، دوره بسیار مهم که تعیین میکنه از هر گروه کی میره بالا. تقریبا 4 گروه 12 نفری هست بچه ها، که از هر گروه فقط 2 نفر صعود میکنه به مرحله سوم و نهایی این مسابقات که بسیار مسابقات سطح بالای محمد لایت هست، مورتن هست، چند تا گروه، چند تا کلن هست بچه ها که داره برگزار میشه. و الان بچه ها مچاپ کریزی هاک در برابر تا رو داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم که خیلی هم داره حساس و نزدیک پیش میره. توضیحات دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که مثلا اون تصویر اول یادتونه بچه ها رفتیم توی بخش نیوز، بخش رویال نیوز، اون تصویری که از یه پدیده ژاپنی بود این همونه، بالایی مشاهده میکنید این تاه همونی هستش که دست به سینه نشست، دست به سینه وایستاده بود و رنگ لباسش فکر کنم مشکی بود، این همون پدیده است. و کریزی هاک هم که تصویری نداره، رنگی که دنیا در حال حاضر یکی از پدیده های کلش رویال لیگ و کلش رویال توی تاپ لدر است این کریزی هاک که دیروز ازش ویدیو داشتیم. امروز قراره پلیرهای مختلف رو با هم دیگه پوشش بدیم. EN77 احتمال داره که باشه توی این مسابقات. کریزی هالک البته چرا میگم احتمالاً، چون من ندیدم خدای EN77 بخواد بازی بکنه توی این مسابقات، ولی شاید باشه، شاید تو مثلا کلنای دیگه توی 2 ساعت آینده بخواد بازی بکنه. ولی خب به هر حال ما اینجا یه مچ خیلی خفن توی فکر میکنم اولیش باشه دیگه یا دومیش، اگه این مچ به نفع کریزی هالک تموم بشه فکر میکنم یه مچ دیگه باید با هم دیگه داشته باشن، چون اگه به سافتوری بخوایم در نظر بگیریم و تایم ویدیوها رو نگاه بندازیم مطمئنن یه بتل دیگه بین اینا قرار انجام بشه در بهترین شرایط ممکن. الان یا یک هیچ به نفع تایه یا کریزی هالک، یک یک امکان نداره باشه الان، پس ما تقریبا یه بتل دیگه هم مشابه همین قرار از این دوتا پلیر با هم دیگه ببینیم و مطمئن باشید که یه ویدیو به شدت خفن، به شدت خفن و استثنایی با هم دیگه خواهیم داشت. آیس اسپریت که میزنه تسلا و رویال دلیوری بسیار عالی انجام میشه حرکات. 1:30 توی اوورتایم هستیم دوستان، توی آخرهای بازی هستیم. ترکیبه تا واقعا خفن به نظر میاد و رویال جاینت که توی این ترکیب رویال جاینت معمولا دلیوری نیست، دلیوری و چه میدونم ریکوردز و اینا نیستش واقعا، ولی خب میبینیم که تا داره با همین کومبو کارشو انجام میده توی این بتل. کومبو یعنی ترکیب، یعنی تلفیقی از دو تا کارت که میشه یه ترکیب منحصر به فرد، مثل بالون گریویارد یه کومبو میشه، مثل آیس گالم و هوگرایدر یه کومبو مختص میشه به خودش، یا ماسکیتر و بالون با ماینر، به اینا میگن کومبوهای ریز که توی کلش رویال خیلی معروفه یه همچین جملاتی دوستان. و مشاهده میکنیم 40 ثانیه آخر بازی هستیم، به شدت داره حساس پیش میره، واقعا از حساسیت این بازی هر چقدر بگم کم گفتم. سمت چپ نگاه بکنید، تا بره سمت چپ کریزی هاش منظورم و سمت راست تا دقیقا این هم رفته و تا بره سمت راست رو مشاهده بکنید چه بلایی سرش میاد. خدای من چقدر داره حساس و نفسگیر پیش میره این بازی. فقط 10 ثانیه به پایان این مسابقه بیشتر باقی نمونده، میتونه برنده این بازی وارد مرحله نهایی این مسابقات کالالاس بشه که
احتمالش وجود داره. 2 ثانیه. وای وای بچه ها، باورم نمیشه نتیجه بازی در 2 ثانیه آخر کاملا برعکس شد. یعنی اگه 2 ثانیه آخر نداشتیم الان بازی به نفع کریزی هاک تموم شده بود و فکر میکنم اونجا 1-0 شد قضیه، در بدترین شرایط ها 1-1 شده. ولی میگم همون اوایل کار ما رسیدیم خوشبختانه و بازی ها قرار بود 5:30 انجام بشه، من به دقیقا 5:40 رسیدم و دارم ویدیو رو براتون میگیرم. 1:14 اینجا هم خوب تایم رسیدیم. آکازا رو مشاهده کردیم که کوکو رو توی بازی گذشته جلوی ترکیب لاوا بود دیگه تونست شکست بده و الان مچاپ دومش رو داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم که اگه این دفعه هم آکازا پیروز بشه به سافتیری اول تو مسابقات کالالاس به نفع آکازا تموم خواهد شد و مشخصا مچاپ خیلی خفنی. از فرانسه فقط 2 نفر بچه ها چیز داره بازیکن داره توی این مسابقات، از ایران هیچ نماینده‌ای وجود نداره توی این بازی ها و کلن میتونم بگم 99% پلیرهایی که ما میشناسیم و خیلی قدرن توی این مسابقات دارن شرکت میکنن و هر سال انجام میشه مسابقاتی که رول آیمار برگزار کنندشه. رول آیمار معروف، یه یوتیوبر، یه جنتلمن واقعی تو بازی کلش رویال که من خیلی باش در ارتباط بودم، با هم دیگه هزاران ویدیو یعنی 3-4 ویدیو با هم دیگه دادیم توی چنل خودش رو ولایمار و بیل و این داستانا کنن. اونایی که این مسابقات رو برگزار میکنن از کشور مکزیک و اسپانیا هستن. کالالاس هم همون یا کلمه اسپانیایی هستی دوستان. بعدی خب میبینید دیگه از تمام کشورها تقریبا یه نماینده وجود داره توی این مسابقات، بهتریناشون هم هستن و اینجا مشاهده میکنیم که اینجا خیلی داره حساس پیش میره. دقیقا همون بتری هستش که در واقع کریزی هالک توی بتل گذشته بود، دقیقا داره همونجوری پیش میره، خیلی حساس و نزدیک و نفسگیر تا بره سمت چپ رو بسیار عالی تونسته بگیره. آکازا اگه این بازی رو ببره، اگرم حتی تا همین 1-1 شده باشنم، برنده این بازی مطمئنان آکازا خواهد شد، چون اگه 1-1 هم باشن یه به سافتیری میتونیم حساب بکنیم دیگه. این بعد این بتل رو هر کدوم ببرن در واقع برنده این به سافتیری خواهند شد. ولی خب فکر نمی‌کنم 1-1 باشه، من احتمال میدم 1-0 الان به نفع آکازا باشه و این بازی هم ببره 2-0 به بازی میبره، یه همچین احتمالی میدم. 50 ثانیه آخر توی اوورتایم هستیم دوستان، داره به شدت بازی خفن پیش میره. سمت چپ حمله فوق‌العاده‌اش رو انجام داد و کار تمومه. تمام بچه آکازا یا با نتیجه 2-0 یا با نتیجه 2-1 هر طور بود تونست به سافتری اول توی این مسابقات رو پشت سر بذاره و بعد فکر میکنم اگه اشتباه نکنم منتظر نتیجه کریزی هالک باشه. بچه ببینه اونجا چیکار میکنه کریزی و مشاهده میکنیم دوستان همه هستن رنک 2 دنیا. واو بچه این گیم پلی دیروز با هم دیگه مشاهده کردیم، اگه ندیدید تا اینجاش رو بریدون توی چنل من یه دونه ویدیو پایین تر از این اون بتل اون بتل هایی که تا الان توی این کاپ زده رو شما میتونید مشاهده بکنید. جلوی این افرود و افوده جلوی خیلی ها بوده که اگه ندیدید حتما برید اون رو ببینید اول و مشاهده میکنید پلیرهایی که دارن توی این کالالاس کاپ بازی میکنن رو. راکان هست، همه هستن، بیل هست و منتظر شروع راند دوم هستیم. خب دوستان با شروع راند دوم در خدمت شما هستیم. این دفعه انگار نوبت کریزی هالکه که به کوکو بخوره. دفعه پیش آکازا بسیار عالی تونست کوکو رو از میون برداره و برنده اون مسابقه بشه و الان کریزی هالک مثل اینکه داره با کوکو بازی میکنه و نمیدونم چرا این اتفاق داره رقم میخوره. فکر میکنم حذفی نباشه، یعنی هر پلیر شانس پیروزیه و شانس رفتن به بالا رو حتی با وجود یه باخت داشته باشه و این احتمالو میدم مثل کلش رویالیک باشه. شما اگه یادتون باشه تو کلش رویالیک یه دونه لوور براکت داشتیم یه دونه آپر براکت و فکر میکنم که الان توی لوور براکت داریم بازی ها برگزار میشه، هم کوکو باخته و در واقع هم کریزی هالک که میگم این مسابقات احتمالا توی لوور براکت هستش و منتظر بازی آپر براکت آکازا باشیم دوستان.
و اینجا بچه ها همینطور که مشاهده میکنین یعنی هر کدومشون دوباره شانس دارن که به این لیگ برگردن. بسیار عالی کریزی هالک، پلیر فوق العاده ای که اینجورایی میشه گفت پدیده نوع کلش رویال، خیلی جدید این پدیده، از قبل بوده ها ولی اینجوری واقعا اصلا. دو ثانیه، یه ثانیه و تمام. میگه این پلی ترتمیز از کریزی هال. کوکو داره فقط از دوستای ما میبازه دیگه، همش داره میبازه دوستان، همش منتظر بتلای بعد باشی دوستان. ما بعد هم کریزی هال رو در نظر داشته باشیم، هم ماکازا، هر دو شو بعد بتلاشو بعد میگه نگاه بکنیم بتل هاشو. خب دوستان بدون هیچ معطلی بریم ادامه راند دو رو با هم دیگه داشته باشیم. من دیدم ماکازا هم داره بازی میکنه، یعنی نمیدونم چرا اینجوری دارن برگزار میکنن این مسابقات. خیلی الان توی راند دوم هستیم دیگه، مثلا راند اول نیست که هزار نفر توی تورنمنت باشن نشه همه رو پوشش داد، ولی الان که دیگه تعداد اومده به نزدیک به 30-40 نفر باید تک تک به نظرم بازی برگزار بشه، دقیقا مثل چیزی که توی کلش رویال لیگ ما شاهدش بودیم. ولی خب این مسابقات اینطوری نیست، هر مسابقاتی قانون خودش رو داره. و الان اگه کریزی هالک بتونه این بتل رو ببره توی توی لوور برکت میتونه خودش رو در واقع یه مرحله بیاره جلوتر. بتل قبلی که جلوی تا بود دوستان، تا شکست داد کریزی هالک رو. من رفتم توی سایت نتایج رو دیدم، دیدم چه نتایجی به دست اومده. محمد لایت راند اول باخته و اینجا هم که کریزی هالک به تا باخت، دو هیچ هم باخت بچه ها. و اینجا اگه این بتل رو جوری کوکو بتونه شکست، در واقع کوکو رو شکست بده، هم کوکو حذف میشه هم کریزی هالک میتونه خودش رو یه مرحله به فینال نزدیکتر بکنه. و توی لوور برکت همیشه کار سخت‌تره، یعنی اگه توجه کرده باشید اگه یه نفر توی آپر برکت همه بتلاشو ببره، نهایت با شکست دادن سه نفر میتونه به فینال برسه، ولی توی لوور برکت حداقل شما باید 5 الی 7 بتل، 7 استافتری بزنید تا بتونید به فینال برسید. خیلی کار اونی که توی لوور برکت میفته سخت‌تر میشه همیشه. و اینجا داریم مشاهده میکنیم دوستان کریزی هالک با ترکیب فوق‌العاده آر جی. البته فکر میکنم آر جی کار تا آخرش شاید گریویارد باشه، احتمال میدم آر جی باشه دوستان، ولی گریویارد هم یه همچین احتمالی به من میده، این احتمالش هست که گریویارد هم باشه این ترکیب. نایت ایوو شرمن، بسیار عالی سنبال، چقدر خوب داره بازی میکنه کریزی هالک بچه ها. گیم پلی کریزی هالک بی نظیره، هم کوکو ژاپنی بود و هم تا. او مای گاد رسیده تاوه، باورم نمیشه رسیده به تاوه، چه دمیجی وارد میشه دوستان. دمیج فوق العاده ای که تونست به تاوه وارد بکنه با کمک جاینت اسکلت و اون بمبه کاملا به جا و درست و دقیق ترکید. فقط 9 ثانیه تا رفتن به اوورتایم. ترکیب کوکو خیلی ترسناک میتونه باشه دوستان، ما توجه بکنید اینا هم گالمو الان زده هم کارتای دفاعیشو به خوبی تونسته بندازه و یه فرصت حمله الان برای کریزی هالک هست، برای کوکو هست. گلوم بعدی هم که انداخته، یا خود خدا خیلی سخته بچه ها. عروس الان باید فیشرمن رو بزنه، فیشرمن هم نزد چیه به نظرم. سنبال نایت. خب دوستان دفاعی که از کریزی هالک دیدیم بی نظیر بود، آرچر تکاملش منو کشت، خیلی بی نظیر بود آرچر تکاملش. سنبال، یه سنبال بی نظیر، اما اکسیر نداره بچه ها. نایت ایوو عروس، یک دقیقه پایانی چقدر داره عجیب و سخت پیش میره این بازی. اسنوبال، وای من، نایت که میخواد فرصت زدن گریویارد داشته باشه، واقعا نمیدونم. نه باید زدن گریویارد بزنه، نه
چه دن سرویسیه، چه دن سرویسیه کوکو. اوه مای گاد، هانت کرد، هانت کرد بچه ها، گولم رو هانت کرد. من گفتم اگه گولم میرفت سمتت ولی دیگه قطعا کار تموم بود. دردی که باید شانس حمله رو البته نه 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 نایت ایوو ببینیم چطوری پیش میره. آرچر اِوولوشن فقط و فقط 10 ثانیه مونده به پایان این بازی دوستان. عروس اسنوبال آخرین ترکش ها به تابه داره وارد میشه ولی کافی نیست، متاسفانه کافی نیست. بتل رو نمیتونه پیروز بشه کریزی هالک که واقعا بتل جزایی بود با هم دیگه مشاهده کردیم. 1:27 ویدیو شما دست فردای پس فردا براتون میذارم دوستان. تا کابی که تا اینجا رسیده یه ویدیو بسیار خفن دوستان مشاهده میکنیم. کلن رو دامینیک هم هست، محمد لایت، آکازا و بسیار ویدیوی خفن در ادامه خواهیم داشت. خب دوستان عزیز بریم بتل بعدی توی راند دوم یا احتمالا راند سوم، اینو مطمئن نیستم دوستان. خیلی تایم ویدیوهاشون غیر قابل برنامه ریزی بود احساس میکنم، انگاری که اونجوری که باید نشد. مثلا اینجا قرار بود ساعت 5:30 شروع بکنم، یعنی ساعت 8 هنوز وسط کارم نرسیدیم. خیلی برنامه ریزیشون افتضاح بود واقعا، با وجود این سطح بالا عجیب بود برای من یه همچین موضوعی. ما مچاپ آخر کریزی هالک رو ندیدیم دوستان، اون مچاپ به نفع حریفش تموم شد. کوکو تونست شکست بده کریزی هالک رو در عین ناباوری و حذف شد بچه ها. دیگه ما کریزی هالک رو نداریم و الان دیگه فقط و فقط از آکازا قراره که مچاپ رو نگاه بکنیم که الان به کودیگا خورده و احتمالا 99% هم توی راند سوم هستیم، چون اون راند دیگه تمام شد و آکازا فکر میکنم تونستش. ندیدیم یا دیدیم بچه ها مچوپ های آکازا رو؟ باید فیدبک بزنیم ببینیم دیدیم یا ندیدیم، چون من تایم ویدیوهای جوریه که جدا جدا هستن. یک ساعت گذشته از زمانی که مچوپ آکازا رو هم دیگه مشاهده کردیم و مطمئن نیستم که دیدیم یا خیر توی راند دو مسابقاتو. برای دوستان الان راند سوم هستیم، من دارم توی سایت چک میکنم و برای دوستان توی گوشیدم چک میکنم و چقدرم نتایج عجیب غریبی پیش به دست اومده. حالا آخر کار شاید بهتون نشون دادم خیلی نتایجی به دست اومده که شاید باورتون نشه ببینید. و چیزی که مشخصه الان کودیگو خیلی بتل میتونه جذابی باشه، خیلی جذاب میتونه باشه این مچ و آکازا پلیر فوق‌العاده ایه، خیلی فوق‌العاده است و باید ببینیم که کارت آخر آکازا بالونه یا خیر و احتمال اینکه بالون باشه زیاده. بسیار عالی، 30 ثانیه عروس بسیار خفن و عالی استثنایی داره این ماجرا پیش میره و گاردی که میاد بالون بسیار عالی و این بطل تموم شد بچه. فکر کنم اولین مچاپ بود، یعنی ما به سافتریو کامل توی این راند خواهیم دید و امیدوارم که آکازا بتونه برگردونه ماجرا رو. خب با شروع بتل دوم در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوب عزیزان دل، بتل بعدی از آکازا و کودیگو که بهتون گفتم این بتل رو، این مچ رو در واقع کامل به صورت 100% خواهیم دید. الان مچ دوم هستش توی این مسابقات و به سافتری هست، همونطور که یه بار گفتم بهتون، بازم تکرار میکنم، به سافتری هر پلیر بعد دوبار حریف خودش رو شکست بده و الان 1-0 به نفع کودیگوه و اگه نتونه آکازا بازی رو کامبک بزنه خب طبیعتا حذف میشه دیگه، یا اگرم نشه میره توی دوبار برکت. آره دیگه میره تو لوبر براکت بچه، حذف نمیشه چون تا الان نباخته آکازا. یعنی تا اینجایی که داریم با هم دیگه ویدیو رو نگاه میکنیم آکازا نباخته به هیچ پلیری که داره با ترکیب اصلی خودش بازی میکنه آکازا، با این ترکیب رنگی که دنیا زد
همین چند سیزن پیش بود که با هم دیگه مشاهده کردیم ویدیوهاش رو، گیم پلیش رو و چطور رنکی که جهان زد رو. بی نظیره دیگه، وقتی که با الکترو جاینت بازی میکنه میشه مثل محمد پارسای با پکا بالون گریویارد، یا مثلا میشه مثل آنابان پکا بالون، دقیقا یه همچین شرایطی میتونه داشته باشه و زمانی که الکترو جاینت رو در دست میگیره وارد اوورتایم مثلا نمیشیم، بعد رو خیلی راحت و استثنایی تونست پیروز بشه. بریم مچو بعدی از این دو پلیر، این دو غول کلش رویال که پا نمیدن به ایش عنوان. تا آخری ثانیه باید منتظر نتیجه باشیم چون هیچکی نمیتونه حدس بزنه کی میبره. خب دوستان عزیز، در ادامه این راند خدمت شما هستیم. راند سوم، راند بسیار مهم سوم که میتونه به فینال برسونه هر کدوم از اینها رو، و عرضم به خدمت گرامی شما که حتی این فینال هم قهرمان رو مشخص میکنه. ما یه راند یعنی یک روز دیگه هم داریم. کالالاس کاپ خیلی بزرگتر از مسابقات کلش رویالی از بخش بتل ها و اون بتل هایی که زده میشه و میگم بخاطر همینه که بتل ها همزمان زده میشه، چون تایم واقعا نمیشه. من فهمیدم یه همچین شرایطی رو و خودم وقتی گذاشتم جاشون آقا میگم نمیشه واقعا، بعد یک هفته این مسابقات در جریان میبود اگه اصلا نمیخواست همزمان انجام بشه. دو دقیقه پایانی این بازی، این بتل فوق‌العاده، و ببینیم نتیجهش چی میشه. آکازا میتونه کودیگو رو شکست بده یا دو بر یک قرار بازی رو ببازه، چون احتمال دیگه وجود نداره. فقط و فقط باید تا پایان این بازی منتظر بمونیم. هر دو نه، آکازا داره با درید بازی میکنه، کودیگو هم با هوگرایدر، که هر دو شانس پیروزی دارن. یکی از بتل‌های 50-50 توره که نمیشه نتیجهش رو گفت و بعد تا آخرین ثانیه میگم صبر بکنیم تا ببینیم کی میبره. خیلی بتل جزایی میتونه باشه دوستان. فقط و فقط هم 1:30 بیشتر نمونده به این بازی، البته تو اوورتایم. و خیلی خوب شد راند سومو کاملا براتون پوشش دادم، چون فقط و فقط هم یه بتل میتونیم با هم دیگه نگاه بکنیم. اگه مثلا محمد لایت داره همزمان با این بتل بازی میکنه، یا چه میدونم اگه محمد لایت هضم نشده باشه، چون چک نکردم، چون میدونم مورتن داره همزمان با این مچ بازی میکنه، یعنی شما بخواید هم نمیتونید مثلا همه بحث داره همزمان با هم دیگه مشاهده بکنید، یه دونه شو میتونید نگاه بکنید که به نظرم از بهترین ها هم هستش. یک یک شده اینجا. من دارم نتایجو به صورت زنده از میشوشی چک میکنم، اتفاق خاص، اتفاق مهم، چیزی افتاد بهتون حتما اطلاع میدم. دوستان نگران این مسابقات نباشید، اطلاعات تکمیلی رو حتی بعد از این ویدیو هم تو کامیونیتی بهتون میگم، حتی شاید یه ویدیو دوم براتون ساختم راجبش. به هر حال بی خبر نمیمونید از این مسابقات. بسیار عالی، دفاع بی‌نظیر و بی‌نقص از آکازا که داره کارش سخت پیش میره. دوستان باید در نظر داشته باشیم که اوگرایدر خورده اذیت کننده تره، تازه تونست به زیر 2000 برسونه و این تسلا رو برای این زد که هوگرایدر رو با خیال راحت بزنه بدون اینکه از تسلا بخواد ترسی داشته باشه، و این موضوع رو کاملا میدونه آکازا. بخاطر همین موضوع دفاع بی‌نظیر خودش رو انجام میده. او مای گاد، او مای گاد، هوگرایدر، هوگرایدر، باور نکردنیه. کار مثل اینکه توی ست سوم برای آکازا هم تمومه. بعد منتظر مچاپ های محمد لایت 1:77 و بقیه باشیم ببینیم که اونجا چه اتفاقی میافته. دوستان 1:40 بیشتر نمونده به این مسابقات فوق‌العاده توی ادارت این بتل و احتمال 99% راند سوم، چون این بتل اگه توجه کرده باشید توی این راند سه این طولانی ترین مچاپ شده، این تقریبا دارم نگاه میکنم تمام مچاپ تمام شده. محمد لایت تونسته شکست بده حریف خودشو و 1:77 تو کلن دومه که 1 ساعت دیگه قرار برگزار بشه. اگه شد اون مثلا بهتون نشون میدم، یعنی بهتون نشون میدم احتمال 99%. و به هر حال وارد یک دوره پایانی شدیم. ماکازا داره صد خودشو میذاره، کاملا مشخصی همچین موضوعی. خب دوستان سمت چپ حمله فایرکرکر، که واقعا تسلا فلج کرد فایرکرکر رو تو این بازی. سمت راست
حمله و مثل اینکه تمام. آره دیگه رایدر تمام کار تمام کرد. دوستان این بست آف تیری متاسفانه به نفع کودیگو تموم شد و فکر میکنم آکازا یا هست شد یا رفت لور براکت. اینو مطمئن نیستم، باید چک بکنم و بهتون بگم. او مای گاد دوستان، یه دفته براتون گذاشتم. 2 ساعت رفت، 2 ساعت صبر کردم تا مچاپ 1.77 اینجا تو مسابقات کالالاس، تو بزرگترین مسابقات کلش رویال بعد از مسابقات سیاره یعنی کالالاس لیگ که مشاهده میکنیم. کالالاس کاپ بهش میگن، دوستان لیگ نمیگن، کالالاس کاپ اسمش، و الان به دارک انجل خورده که حتماً معرف حضور بچه ها هست و میشناسن این پلیر رو. اونایی که ویدیوهای من نگاه میکنن دارک انجل رو قطعا میدونن کیه و کاملا میشناسن دیگه، نمیخوام بگم وارد نمیشم، وارد قضیه نمیشم، همه تون میشناسید دیگه. دوستان 1 دقیقه پایانی بازی، پکا ترکیب دارک انجل است و داره با ورژن ایسی بازی میکنه، ورژنی که ایسی خودش سازندش بوده و خودش همش بازی کرده، رنگ زده و الان 1.77 رو داریم که داره با آرجی بازی میکنه، نسخه ای که هنوز از آرجیش استفاده نکرده در واقع، ولی خب آرجیه مشخصا و دمیج خیلی خوبی هم وارد کرده و شاید هم استفاده کرده از آرجی، ولی خب یه باگی هستش و کارت آخر رو نشون نمیده، یعنی احتمالی هم وجود داره که مثلا نشون نده کارت آخرش رو با اینکه استفاده کرده باشه مثلا. دوستان مشاهده میکنیم یه برور برل برای اینکه لیتل پرینس از بین بره، مشاهده فوق العاده این 77 این بازی، یعنی واقعا نمیشه این بچه رو از دست داد. اگه تا الان لایک ویدیو رو فراموش کردید لطفا بین برای من 3 ثانیه وقت بذارید و لایک ویدیو رو حتما برای من انجام بدید. دوستان دمتون گرمه. وارد 2 دقیقه پایانی تو اوورتایم و 1.77 بازی رو میبازه. این مسابقات راند 4مش هست توی کلن دوم و همونطور که مشاهده میکنید بتل اول به نفع دارک انجل تموم شد. یه بست آف تیری خفن قرار به هم دیگه ببینیم از پلیری مثل دارک انجل و 1.77. خب دوستان بتل دوم تو مسابقات کالالاس کاپ که اگه یادتون باشه توی کالالاس کاپ اینجوری برگزار شد، یعنی مثل کلش رویال نبود که یه جورایی پلیرها از قبل مشخص شده باشن. اینجا از هر 1000 نفر که هر یوتیوبر و استریمر اون مسابقات رو برگزار میکرد، اگه یادتون باشه از هر 1000 نفر 16 نفر انتخاب میشدن میرفتن کلن. از اون 16 نفر اگه اشتباه نکنم 1 یا 2 نفر برگزیده‌شون انتخاب می‌شدن و به مسابقات نهایی که داریم الان مشاهده می‌کنیم می‌رسیدن و من می‌شناسم اون موقع هم از 1.77 بود می‌تونستم بگیرم، ولی خواستم سطح مسابقات بره خیلی بالا و الان دیگه بالاترین سطح ممکنه با هم دیگه مشاهده بکنیم. دوستان دارک انجل در برابر 1.77 اگه 1.77 بتونیم بازی رو ببره شانس پیروزی داره، ولی اگه دارک انجل 1% بتونه 1 الان شکست بده دیگه به سافتری به نفع دارک انجل تموم شده و من امید دارم به 1.77 که بتونیم بازی رو ببره، قطعا دارم. 1 دقیقه و 20 ثانیه توی اوورتایم، توی تایم در واقع میشه گفت اصلی بازی. چقدر عالی زد بچه ها، چقدر عالی زد سکیلت تک آماده شو. یه لحظه فکر کردم که زاد و ولد انجام شد. ماینر مشاهده میکنیم، دوستان این چکسیری نداره، کار تمومه. یه گیم پلی یه فراموش نشدنی دیگه از 1.77. این گود گیم یعنی کار من تمومه، این گود گیم یعنی کار من تمومه. دوستان 40 ثانیه بیشتر باقی نمونده. گست از سمت راست 10%. دوستان اصلا شارژ نمیدونم چی میگم چی شد هستن اینا، که ویدیو قطع شد به 10% رسید و من تازه 30 ثانیه بعد متوجه شدم که ویدیو قطع شده، ولی خب مشکلی پیش نیومده. همون اتفاقی که بهتون گفتم، این بتل 1 بر 1 خواهد شد و قراره که طوفانی ترین بتل امروز رو از 1.77
ببینیم و لذت کافی رو ببریم دوستان. 1:15 فقط داره حریف. آره ولش کن میگه، وقتی میدونی بازی چرا باید وقت تلف کنی؟ من همیشه یه همچین چیزی رو میگم، آقا وقتی میدونی میخوای ببازید وقت رو تلف نکن. این پلیرهای نوب سگ این کار همیشه انجام میدن. خب بریم بطل آخر از این 77 1-1 هستن بچه الان، خیلی رو اساس پیش میره. خب عزیزان دل، بطل آخر تو مسابقات کالاداست. البته بطل آخر من نیست، یعنی بطل آخر من نیستش که داریم با هم مشاهده میکنیم. این مسابقات خیلی ادامه داره. من الان داشتم تو سایت چک میکردم، انقدر میخوان لفتش بدن که حداقل ما 2-3 ویدیو از این مسابقات بتونیم بگیریم. یعنی حداقل برای امشب این مسابقات تموم خواهد شد، ادامهش برای فردا و پس فرداست. ببینید حجم پلیرها چقدر بوده بچه ها، ببینید چقدر پلیرهای خفن. میگم بچه ها از کلش رویالیگ سطحش بالاتره، چون تمام پلیرهای کلش رویالیگ هم حضور دارن، همونایی که مثلا تو راندای آخر نتونستن به کلش رویالیگ راه پیدا بکنن الان اینجا حضور دارن و سطح مسابقات رو به شدت بالا بردن. همین دارک انجل نبود بچه ها، 77 مسابقات پایانی کلش رویالیگ نبود دوستان. شما دیگه تصور بکنید دو تا پلیر توی مرحله‌های پایانی کلش رویالیگ نبودن و الان اینجا هستن، سطح خیلی به شدت بالاست. 1:30 به پایان این بازی دوستان. بمب رولوشن که کارو در میاره دوستان، اصلا بمب رولوشن نمیشه دفاع کرد، نمیشه دن سرویس. الکترود راک خیلی خوب زد الکترود راکشو. هفته نفر به صورت لایف بازی دارن مشاهده میکنن، البته توی تویش داره از یوتیوبرهای مختلف، سیاک، شیک، یکی هستی شبت شیکه و ایکس آی ای کی منظورمه، اون پلیر چینیه فکر میکنم یا فیلیپینی، یا چی، یا چینی یا فیلیپینی، قلبا باش صحبت میکردم. اون دارن استریم میکنه، خود رولایمار داره استریم میکنه، بنیجو داره استریم میکنه. بنیجو بزرگترین یوتیوبره که کلش رویال تو تاریخه، بالای 2 میلیون سابسکرایب توی فقط کلش رویال داره. 2 میلیون نه بخشید، 5 میلیون، 5 میلیون ساب کلش رویالی داره بچه ها بنیجو از کشور اسپانیا. میگم اسپانیا و کلن کلش رویال اسپانیا بزرگتر از هر چیزی که فکرشو بکنید. 15 ثانیه و بله دوستان، بطل آخر رو یه نفر تونست شکست بده از حریف قدرتمند خودش. بسیار عالی بود دوستان ویدیومون، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه، بسیار خفن و استثنایی. تا ویدیوهای آینده، بدرود بیکران.